بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، شخصي بنام مقیس ابن سبابة برادری داشت به نام هشام. هشام قصدن کشته شد و در قریه به نام بنی نجار به قتل رسید. پس مقیس نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم رفت و شکایت کرد اینکه برادرش قصدن به قتل رسیده است. سپس رسول الله به سوی فردی در قریه بنی فهر رفت. بعد از آن این شخص را با مقیس به طرف قبیله بنی نجار فرستاد تا اینکه اگر شما قاتل را شناختید او را نزد ما بیاورید، از او قصاص میگیریم، مثل نفس در برابر نفس، و اگر قاتل را نشناختید پس برای او دیتش را بگیرید. پس فرستاده رسول خدا از قبیله فهری به سوی بنی نجار رفت و پرسید قاتل هشام کجاست؟ گفتند او را نمیشناسیم. قاتل را جستجو کردند و پیدایش نکردند. فرستاده پیامبر گفت رسول خدا شما را امر کرده که دیه را به برادرش بپردازید. پس 100 شتر را به عنوان خونبها برای برادرش پرداخت کردند. شخص فهری 100 شتر را گرفت، همراه با مقیس در حرکت شدند و برمیگشتند. در راه مقیس پریشان شد، چگونه برادر من کشته می شود و مردم برای من چی می گویند؟ تو قصاص برادرت را نگرفتی در حالی که قاتل را نمی شناسد. مقیس چه کار کرد؟ شخص فهری را که پیامبر فرستاده بود تا با او به قبیله بنی نجار برود به قتل رساند. پس مقیس وی را به قتل رساند و شترها را گرفت و فرار کرد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم امر کرد که مقیس باید دستگیر شود و او را دریافتند. پس پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم قصاصا مقیس را به قتل رساند. خداوند می فرماید و هر کس عمدن مؤمنی را بکشد متعمدا. این آیت درباره آن نازل شد و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ببینید عذابها را برای کسانی که مسلمان و مؤمن را قصدن به قتل می رسانند. ببینید چهار نوع عذاب را. پس کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود. اول، وغضب الله و خدا بر او خشم می گیرد. دوم، و لعنتش می کند. سوم، و عذاب بزرگی برایش آماده ساخته است. چهار نوع عذاب فقط برای کسی که مسلمان را قصدن به قتل می رساند. قضیه قتل اینقدر آسان نیست که یک انسان دیگر را به قتل برساند و فکر کند کار عادی است. برای هر مسلمان نسبت به مسلمان دیگر خون، مال و ناموسش حرام است. مؤمن در کار دینش در آسانی است مادامی که مسلمانی را قتل کرده باشد. ببینید شخصی را که یک مؤمن را قصدن به قتل می رساند، این جزای اوست. رسول الله صلی الله علیه وسلم اسامه ابن زید را در سریه با قومی از مشرکین فرستاد. جنگ برپا شد و در بین اینها یک شخص مؤمن بود. زمانی که زید و یا هم اسامه نزدش رسید گفت لا اله الا الله و اسامه او را به قتل رساند. پس خبر به پیامبر صلی الله علیه وسلم رسید. رسول الله قهر شد و گفت وای را به قتل رساندی بعد از اینکه لا اله الا الله گفت. اسامه گفت ای رسول خدا، به خاطر اینکه از شمشیرم در امان بماند گفت. یعنی همه مردم مشرکین هستند، او نگفت این را مگر اینکه از مرگ نجات پیدا کند. پیامبر گفت آیا او را کشتی بعد از اینکه لا اله الا الله گفت؟ و پیامبر صلی الله علیه وسلم بالایش قهر بود. در قصه دیگر گروهی از لشکر مؤمنان به طور پنهانی حرکت می کردند. پس مردی از نزد آنها گذشت و گفت السلام علیکم. در این هنگام یک شخص انتقام را برایش به یاد آورد که بین این دو شخص در زمان جاهلیت وجود داشت. پس این شخص نزد او می رود و هر دو جنگ می کنند. سپس وی را به قتل می رساند. الله متعال این آیت را نازل فرمود ای کسانی که ایمان آورده اید، چون در راه خدا سفر می کنید خوب رسیدگی کنید. و به کسی که نزد شما اظهار اسلام می کند مگوید تو مؤمن نیستی، بدین بهانه متاع زندگی دنیا را بجوید، چرا که غنیمت های فراوان نزد الله است.
قبلا خودتان نیز همین گونه بودید و خدا بر شما منت نهاد، پس خوب رسیدگی کنید. یعنی شما مثل آنها غیر مؤمن بودید، الله متعال شما را هدایت کرد. زمان شخصی را که میبینی بر تو سلام میدهد و یا این که شهادت را میگوید و یا هم نماز میخواند و یا هم او در یک از علامه های مسلمانان است، پس او مسلمان است و مؤمن است. چطور او را میکشی و بالای او تجاوز میکنی؟ و اگر در میان آنها جنگ هایی باشد و او را در میان مردم پیدا کردی، هنگامی که لا اله الا الله گفت این کافی است، شهادت او را بپذیر، ایمان او را قبول کن، نشانه های او را بپذیر که مؤمن و مسلمان است، بر تو سلام میدهد و تو را به قتل میرسانی، این خود یک نوع جرم است. مردی از مؤمنین در مکه بود زمانی که صحابه به سوی مدینه هجرت نمودند، چون وی یک شخص کهنسال و مریض بود، نتوانست به سوی مدینه برود و هجرت نماید، تا اینکه شنید الله متعال می فرماید: کسانی که برخیشتن ستمگر بودند، وقتی فرشتگان جانشان را می گیرند و می گویند در چه حال بودید، پاسخ می دهند ما در زمین از مستضعفان بودیم. می گویند مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنید؟ چگونه شما در سرزمین کفر می میرید؟ نمی توانید شعائر خدا را انجام دهید، حتی نمی توانید نماز را ادا کنید، شما را از کل دین منع کردند و شما در این سرزمین باقی میمانید. هنگامی که این شخص این آیت را شنید، دیگر صبر نتوانست و برای پسران خود گفت مرا به سوی مدینه ببرید. پسرانش گفتند نمیتوانی، اگر تو را ببریم تو در مسیر راه میمیری. گفت مرا ببرید، قسم به الله اینجا نمی نشینم. سپس او را بردند تا اینکه به منطقه تنعیم رسید و در آنجا الله متعال روحش را قبض نمود. و هر کس به قصد مهاجرت در راه خدا و پیامبر و از خانهش بدر آید، سپس مرگ در رسد، پاداش او قطعا بر خداست. پس این انسان را بشارت دهید که خداوند اجر و پاداش او را به عهده خود گرفته است. به هدف و مقصد خود نرسید، در راه فوت نمود، پس برای او اجر کامل است و خداوند بخشنده و مهربان است. در یکی از جنگ ها صحابه نماز می خواندند و در مقابلشان مشرکین بود و خالد ابن ولید بزرگ مشرکین بود و صحابه به همراه پیامبر بودند. نماز ظهر را به جماعت ادا کردند، اسلحه خیش را گذاشتند و نماز ظهر را ادا کردند. پس مشرکین به یکدیگر خود گفتند از این فرصت خوب استفاده می کردیم، همه آنها را در هنگام نماز به قتل می رساندیم. اسلحه خیش را گذاشتند و نماز می خوانند، اما مشرکین برای یکدیگر گفتند صبر کنید، وقت نماز دیگر می آید. و طبعا مشرکین اوقات نماز مسلمین را می دانستند. پس هنگامی که وقت نماز عصر می رسد، نماز می خوانند، آنها را در هنگام نماز به قتل برسانید. خداوند در بین وقت نماز ظهر و عصر این آیه را نازل فرمود. و هرگاه در میان ایشان بودی و برایشان نماز برپا داشتی، پس باید گروهی از آنان با تو به نماز ایستند و باید جنگ افزارهای خود را برگیرند، با اسلحهشان نماز بخوانند و چون به سجده رفتند و نماز را تمام کردند، باید پشت سر شما قرار گیرند. یعنی همه نماز می خوانند، مگر نصف آنها سجده می کنند و نصف دیگر سجده نمی کنند، به خاطری که همه جا را ببینند، برای اینکه مشرکین نیایند و مسلمانان در هنگام نماز خواندن باشند و عده‌شان با اسلحه‌شان ایستاده می باشند و در داخل نماز هستند و نصف دیگر سجده می کنند، بعد از اینکه اینها می ایستند و دیگران سجده می کنند، همین قسم به شکل قسط قسط. وليأخذوا أسلحتهم و باید جنگ افزارهای خود را برگیرند و چون به سجده رفتند و نماز را تمام کردند، باید پشت سر شما قرار گیرند و گروه دیگری که نماز نکردند باید بیایند و با تو نماز گذارند و البته جانب احتیاط را فرو نگذارید و جنگ افزارهای خود را برگیرید، زیرا کافران آرزو می کنند که شما از جنگ افزارها و ساز و برگ خود غافل شوید تا ناگهان بر شما یورش برند. خداوند به نیت مشرکین می داند و این آیت را در مورد نماز خوف در جهاد در راه خدا نازل فرمود.